دانشپژوهان عزیز، به درس پنجم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید. خب، خوشبختم در خدمتتون هستم برای درس پنجم دیالوگ دموکراتیک. درس سوم و چهارم هم تو که ملاحظه فرمودید راجع به ارزیابی شرایط محات به یک پروژه دیالوگ دموکراتیک بود. اونجا گفتیم که اون بخش از کار که ارزیابی هست چیزی نیست که یه جایی شروع بشه یه جایی تموم بشه، یه کار مستمره. اون نخش دوخته میشه، الیافش دوخته میشه توی کل فرایند، تا آخر فرایند ارزیابی ادامه داره، من جمله در این فازی که الان داریم صحبتشو میکنیم که طراحی یک پروژه دیالوگ باشه. درس پنجم و ششم راجع به این طراحی هستن، چه چیزایی منظور میشه در این طراحی، چه وظایفی باید انجام بشه. مبنای این طراحی البته نتایجی که ارزیابی که تا حالا شده به دست آورده. سوالایی مانند اینی که چه افرادی باید یا چه نیروهایی باید شرکت بکنن در این دیالوگ که از نتایج ارزیابی هست، چه وظایفی باید انجام بشه طی این دیالوگ، هر کسی چه بخشی از این وظایف به عهده میگیره و سوم خود فرایند پیش برد پروژه، مرحله هاش مثل یه نمایشنامه، پرده های مختلفی که داره. بنابراین شرکت کنندگان وظایف و طراحی فرایند اصول یک طرح جامع برای یک پروژه دیالوگ دموکراتیک هستند. تو تمام این کارها اون رویکرد دیالوژیک که بارها راجع بهش صحبت کردیم باید محط باشه، باید وجود داشته باشه. روح و روحیه این فرایند باید دیالوژیک باشه. به زعم یکی از متخصصین دیالوگ آقای کریستوفر مور، میتونیم در ابتدا به صورت یه مثلث برای طراحی یه دیالوگ دموکراتیک فکر کنیم. این مثلثی که ضلع چپش افراد هستن، مطلب مهم راجع به روابط این افراد از جنس روانشناسی هست. ضلع دست راستش مشکلی هست که این دیالوگ میخواد حل بکنه، تعریف ذات این مشکل. خود این یه کار دست جمعیه، این چیزی نیست که کسی از پیش بیاد و مشکل رو تعریف بکنه، باید یه دیده اجماعی راجع به تعریف دقیق مشکل درش وجود داشته باشه. و قاعده مثلث هم خود فراینده، این از جنس دستور کار، یه دستور کاری باید تهیه بشه. اون وقت اعضا این مثلث با هم دیگه کار میکنن، یه چیز بعد روانشناختی، یه بعد حقیقی، مشکلی که روی زمین وجود داره، و یه بعد فرایند پیشرفت سوی نتیجه که از جنس تعیین دستور کار هست. خب برای تعیین افراد اول همه اون بلوک‌هایی که نوعی سهیم هستن در پیشبرد دیالوگ دموکراتیک باید تعیین بشن. پشتیبانان مادی و معنوی از اول خودشون شرکت نمی‌کنن در دیالوگ، ولی جزء لاینفک این پروژه دیالوگ هستن. برگزار کنندگان، اونایی که فی‌الواقع صاحب دعوت هستن، همون افراد یا نهادهای بیطرفی که جلب اعتماد همه رو باید بکنن. خود شرکت کنندگان، اونهایی که مشکل رو دارن و مشکل در قالب روابط بین اینها باید حل بشه. علاقمندان که بیرون این فرایند مینشینند ولی متأثر از نتیجهش هستن، اصلا بخشی از این نتیجه برای این هست که روی اونها اثر گذاشته بشه، و اونها هم متقابلا در خیلی از شرایط اثرگذار هستن، مثل
جایی که یه فرایند یک ساله دیالوگ با اثری که نتیجه هاش در رسانه ها روی افکار عمومی گذاشته، بررسی های اون افکار عمومی متقابلا اثر میذاره روی مراحل بعدی دیالوگ. اون خصوصیات روحیه و روح دیالوژیک که تعلقات احساسی رو باید بهشون بها داد، باید بهشون دقت کرد، حساسیت نسبت بهش نشون داد، به رسمیت شناختن همه این شرکت کنندگان، همه اینها که سعیم هستن، احترام به اونها، شنیدن حرف اونها، به هر حال اینها بخشی از نیازهای احساسی و حقیقی رسیدن به اون حل مشکلی هست که در دل دست راست این مثلث میبینیم. نه الزاماً تأمین خواستهای همه، ولی این احساس که بیطرفی وجود داشته، احترام وجود داشته و جلب اعتماد شرکت کنندگان شده. بعد در تعیین فرایند پرده به پرده مثل یه نمایشنامه باید پیش بینی بشه. جمعی که میشنن طراحی رو میکنن باید بتونن با دیدگاه های مختلف همه مشارکین در فرایند ببینن این نمایشنامه چجوری سیر تکاملی خودش رو طی کرده، جلو رفته. این توان اینی که از این دیدهای مختلف بتونن به فرایند نگاه بکنن یه اصل بسیار مهمی در طراحی فرایند پروژه هست. حال میرسیم به مرحله اول اجرایی که گرد آوردن تیم اجرایی است. خب چه افرادی در تیم اجرایی، اونایی که مجری پروژه دیالوگ هستن، بخشی از شرکت کنندگان هم هستن در زمان. در ارزیابی، در بخش ارزیابی خیلی راجع به این صحبت شد که خصوصیات این تیم اجرایی باید چی باشه، طبیعت روابطشون بین خودشون، بین اونها و شرکت کنندگان، منابع لازمی که موجود هست برای اینکه بتونن کارشون رو انجام بدن، مضمون یا محیط فرهنگی و سیاسی که باید درش کار بکنن، دانش راجع به ذات اون مشکل، تجربه داشته باشن با اون نوع مشکل، بتونن خوب بفهموننش و تفهیمش بکنن. گاهی اوقات هم در ابتدای امر نمیتونن بیان یه فرمولی بگذارن جلو و بگوین این از تعریف مشکل، باید بتونن با بحث جمعی بار بیارن و اون نتیجه مطلوب برسن با شرکت همه. بعد در این مثلث الزاماً فقط اونایی که حاضر توی خود پروژه دیالوگ هستن نیستن که کمک به این سزل میکنن. مشاورینی در خارج که متخصص هستن مثلا راجع به یه مشکل خاص اقتصادی، جنگ و صلح، روابط اجتماعی، میتونن از متخصصینی از خارج این جمع کمک بگیرن، قراری بذارن باشون که اونها هم به عنوان مشاور کمک بکنن به پیش برده این پروژه. افرادی که در ضلع چپ شرکت میکنن ممکنه همه نیروهای ذی‌نفع نباشن، نیروهای ذی‌نفع بخششون ممکنه خارج از این دیالوگ باشن، ولی مشاورینی از میون اونها یا مشاورینی راجب به خواستگاه های اونها باید در هماهنگی با این طرح دیالوگ همکاری بکنن. و برای دستور کار یا فرایند در قاعده مثلث هم نتیجه تقدیر شده تجربیاتی از صدها دیالوگ که انجام شده
انواعی از دیالوگ ها، راه کارها، ابزاری که حتی به وجود اومده، ابزار تکنیکی خاصی برای دیالوگ، مفصل راجع به این صحبت خواهیم کرد. همه اونها الزاماً توی این پروژه مستقیماً شرکت نمی کنن، ولی با دسترسی بهشون باشه در مواقع ضروری بشه از راهنماییشون کمک گرفت. حالا برای آشنایی دقیق‌تر راجع به گرد هم آوردن این تیم اجرایی، یک نمایه‌ای داریم که نشون میده چه خصوصیاتی باید جمع باشه برای موفقیت این تیم اجرایی. باید البته احاطه کامل داشته باشن به بعضی چیزهای ابتدایی که روشن هست، مشکلات فیزیکی و لوجستیکی برگزار کردن دیالوگ الزاماً همیشه در یه برج آج و یه جای راحتی نیست، جای بعضی اوقات توی صحنه جنگ داخلیه، بعضی اوقات در یک محیط و مضمون تنش‌های شدید اجتماعی است. مشکلات بودجه‌ای، مشکلات پرسونلی، مشکلات سیاسی و انسانی، فرهنگی و روانی، همه این مشکلات رو باید بهش اشراف داشته باشن و توانایی داشته باشن که مد نظرشون باشه راه حلایی برای همین مشکلات پیدا بکنن تا بتونن پرده به پرده جلو ببرن این پروژه دیالوگ رو. مهارت‌های خاصی که لازم هست در این تیم اجرایی، مهارت‌های تشکیلاتی هست، کار تشکیلاتی رو باید واقف باشن بهش، مهارت‌های حرفه‌ای هست، حرفه برگزاری دیالوگ، خصوصیت اخلاقی هست که فوق‌العاده مهمه و اثر میذاره. اگر واقعا اون لازمه اخلاقی موجود نباشه در تیم اجرایی، به سرعت نتیجه منفیش ظاهر میشه. تعهد به بیطرفی، مجبور به یه طرف تو دیالوگ نشن، گاهی اوقات ناخودآگاه اینا پیش میاد، گرایش هایی هست که خود شرکت کنندگان میفهمند و در حالی که تیم اجرایی میخواد انکار بکنه میفهمند، حس این در اثر بسیار منفی میذاره در پیش برد دیالوگ و روش تکیه کرد. توانایی مدیریت پروژه، مدیریت منابع فیزیکی، مالی، پرسونالی، توانایی جلب اعتماد برای اینی که همه مشارکین در این دیالوگ احساس امنیت بکنن، احساس بکنن میتونن تکیه بکنن، درها احساس بکنن روشون باز هست، اثر منفی نخواهد گذاشت اگه بدون فکر کردن زیاد یه حرفی رو بزنن، خلاصه بتونن خودشون رو باز بکنن به روی این دیالوگ، مهارت خاصیه. و این فقط در مورد شرکت کنندگان صادق نیست، مثلا حفظ اعتماد اونهایی که پشتیبانی مالی، سیاسی، اجتماعی کردن و در بیرون دیالوگ قرار گرفتن، دائم باید باشون ارتباط مستمر داشت، از پیشرفت کار با صمیمیت و صراحت صحبت کرد برای اینکه پشتیبانیشون باقی بمونه. بسیاری از پروژه ها شکست میخورن برای اینکه دل پشتیبانان پروژه سرد میشه. این تیم مجری تیزبینی سیاسی و احساس و درک درستی از محیط فرهنگی و سوابق تاریخی لازم داره. بعضی از اینا از خارج محیط دیالوگ میان، کارشناسانی هستن که الزاماً در کوره
تجربیات اونهایی که مشکلشون اون محیطی که مشکل در اون شکل گرفته تجربه مستقیم ندارن، باید این تیزبینی رو داشته باشن که احساس درک عمیقی نسبت به محیط فرهنگی و سوابق تاریخی پیدا بکنن. پنجم، یه حساسیتی راجع به دینامیزم یه دیالوگ بهش نیاز هست. اونا که شم قوی راجع به دیالوگ دارن، قبل از اینکه به یه مشکل برسه فرایند دیالوگ پیش بینیش میکنن، علائم میبینن. مثلا هواشناسای خوب هستن که میبینن یک طوفانی داره در افق ظاهر میشه، میتونن ازش جلوگیری بکنن و گاهی اوقات هم که اجتناب ناپذیر هست و به یه نقطه مشکلی میرسن، درک این رو دارن که چه راههایی برای برون رفت اون و تغییر مسیر به وجود بیارن. اونایی که تجربیات زیادی در پیشبرد دیالوگ‌های دموکراتیک دارن، معمولا ساعت‌ها جلوی اکران ویدیوهایی از دیالوگ‌های مختلف صرف کردن، به دقت دیدن چجوری مسیر یه دیالوگ به جای بعدی میره، منحرف میشه، چه نقاطی هستن که نقاط حساس و نقاط عطف در فرآیند دیالوگ هستن. مثلا در دیالوگ دموکراتیکی که به میزبانی بنیاد اولف پالمه در سوئد اتحاد برای دموکراسی برگزار میکرد، وقتی که با رئیس مرکز اولف پالمه آقای ینسوربک و مدیر اجرایی اولف پالمه خانم اوریکا لانگ نشسته بودم بنده بعد از این کنفرانس و ساعت ها صرف میکردیم، مرور میکردیم ویدیو رو، به یه نقطه جالبی رسیدیم که شاید وقتی که اون داشت اتفاق می افتاد اونقدر متوجه نبودیم که چه چیز مهمی داره اتفاق می افته. با نگاه کردن به چهره ها با حساسیت بیشتر به تونهای صدا، با دقت راجع به تواتر و سرعت رد و بدل شدن ایده ها، معلوم بود یه جایی که یه تنشی داره به وجود میاره. راجع به مسائل ملی قومی بود، حساسیت های زیادی از یک طرف داشت روی افق ظاهر میشد، یه قدر جوش و خروش در سمت دیگر احساسات داغ میشد. میرسه به جایی که از دوستانمون دبیر کل حزب کمله آقای عبدالله مهتدی رفتن و یه صحبتی کردن. چند بار این نوار رو برگردوندیم، دیدیم که صحبت آقای عبدالله مهتدی چجوری اثر گذاشت رو چهره ها، چجوری مسیر رو برگردون به صورت آرامش، و درست بعد از اون صحبت با اعتماد خیلی بیشتری یه تصمیم گیری مهم در جلسه انجام شد. هیچ چیزی جای این تجربه مرور دیالوگ های گذشته و توجه کردن، دقت کردن به این نقاط حساسی که در دیالوگ به وجود میاره، هیچی جای این رو نمیگیره. و خصوصیت شیشم اینه که کافی نیست که این احساس بیطرفی رو داشته باشن، این توان اینی که حرف همه شنیده بشه، همه فرصت شرکت کافی داشته باشن، این احساس رو هم باید بدن که
موجب ایجاد احترام و تعهد به حقوق دیگران در میان همه شرکت کنندگان باشه. الغای این احساس هم از توانهای لازم این تیم اجرایی هست. و بالاخره این اطاف پذیری تیم پافشاری نکنن روی یه فرمول خشکی که همون نمایشنامه همجوری که پرده به پرده نوشته شده باید اجرا بشه. تحول‌های بزرگی وسط یه دیالوگ به وجود میاد که باید از اونها درس گرفت، مسیر رو عوض کرد و تنظیم برنامه‌های بعدی با نتیجه گرفتن از اون چیزی که در هر لحظه تا اون لحظه اتفاق افتاده، انعطاف‌پذیری برای پیشبرد بر مبنای اون یافته‌های جدید از مهارت‌های مهم تیم اجرایی هست. حالا وارد مؤلفه‌های تیم اجرایی میشیم، وظایف مختلفی که در یه تیم اجرایی باید وجود داشته باشه. اولا نظارت بر این کار اجرایی معمولا بر عهده یه هیئت مشاورینی هست که در مرحله ارزیابی بهشون اشاره کردیم. اینها نظارتی که میکنن چون با یه فاصله هست، بعضی از مطالب، بعضی از رویدادهای توی دیالوگ رو بهتر میتونن بفهمن و تفهیم بکنن. رولشون مکمل رول مجریان روی زمین هست. پلی میتونن بزنن اینها، این هیئت مشاورین، به اون جمع هایی که در خارج از کل این دیالوگ باشون باید ارتباط برقرار بشه، از نظرشون باید استفاده بشه، باید که راجع به اون مثلث طراحی دیالوگ صحبت میکردیم، بتونن رابطه سازندهی با پشتیبانان داشته، پشتیبانان مالی، پشتیبانان سیاسی که ادامه عقیده شون به این دیالوگ و به اونجایی که دیالوگ داره میره مهمه است. بعد زیر این هیئت مشاورین یک مدیر اجرایی میشینه که اهم کاراش شکل دادن به تیم اجرایی هست، نفرگیری، آموزش مقدماتی، آشنا کردنشون با همدیگه، ساختن یه تیم از این افراد، استخدام جایی که استخدام لازم هست، جلب و جذب جایی که جلب و جذب به اعضای مختلفی از تیم اجرایی لازم هست، احاطش به کارهای مالی، احاطش به کارهای لوجستیکی، شاید از مهمترین کاراش برنامه ریزی هست، با هماهنگی با همه، مسئولیت اصلی برنامه ریزی با اون هست و ارتباط پیش برد این کار با اون ارزیابی مستمر که قبلا صحبت کردیم. باید بتونه هماهنگی کامل با پشتیبانان و اونایی که منابع لازم برای پروژه رو تأمین میکنن، اونایی که فضای سیاسی مناسب برای پروژه رو تأمین میکنن، اونهایی که روابط خارجی لازم با نیروهای مختلفی که در صحنه وجود دارن برای پیشبرد دیالوگ رو تأمین میکنن. بعد از مدیر اجرایی، برگزار کننده دیالوگ، همون صاحب دعوت که صحبت چه کردیم. خب قبلا اگر خاطرتون باشه در درس‌های قبلی صحبت کردیم که مثلا در دیالوگ دموکراتیک سوریه اینی که برگزار کننده نشست اول در تهران بود چه اثر منفی روی مخالفین آقای بشار الاسد داشت که از همونجا پای پیش رفته دیالوگ لغو شد و طولی نکشید که اول جلسه که در خود دمشق گذاشتن بعد از جلسه تهران با شکست روبرو شد. اشاره کردیم که در تونس وجود
سندیکای کارگری که میزبانی کردند و برگزار کننده دیالوگ شدن اعتماد سازی کردن، احساس خوبی نسبت به بی‌طرفی اونها به نیروها و احزاب مختلف سیاسی به وجود آورده. آنی هم به وجود نیامد، یک سالی طول کشید، بار اول در دعوتشون رو رد کردن. از این رو این بخش سوم تیم اجرایی تیم برگزار کننده است و همین صلاحیت هایی که قبلا راجع به صحبت کردیم که باید داشته باشن. بخش چهارم تیم اجرایی متخصصین دیالوگ، تسهیل کننده های دیالوگ، همونایی که گفتیم واقعا از یه مدرسه تجربیات دیالوگ های قبلی و سابقه همکاری با نهادهای مهم بین‌المللی برگزار کننده دیالوگ دارن. فرایند دیالوگ هرچی پیش میره رول اینها برجسته تر میشه. اون اوایل کار خب مسائل لوجستیکی، مالی، فیزیکی، سیاسی مهمتر هست، ولی هرچی این سیر تکاملی فرایند دیالوگ جلو میره بیشتر روشن میشه که چه رول مهمی این متخصصین دیالوگ بازی میکنن. اول کار هم ممکنه آتای کامل نداشته باشن به محیط سیاسی، سوابق تاریخی، ولی یواش یواش این آتر پیدا میکنن، یواش یواش مشارکین رو بهتر میشناسن، با روحیاتشون، با مشکلات فیما بین، با چالش های روابطشون با هم دیگه بیشتر آشنا میشن و رول مهمتر و مهمتری رو بازی میکنن. اما یه مشکلی که گاه پیش میاد در انتخاب این متخصص دیالوگ این هست که معمولاً یه متخصص همه فن حریف و مجرب در تمام ابزار و انواع مختلف دیالوگ نیست. گاهی از قبل مشکل تعیین بکنن که کدوم ابزار مناسب هست که برن دنبال متخصصی که تخصص در اون ابزار خاص داره. به هر حال اینم یکی از کارهاییه که در تعیین تیم اجرایی باید با مشارکت همدیگه چند بار مرور بکنند و پیش بینی بکنند، برگردند مقدمات کار رو عوض بکنند بر مبنای این آزمایش فکری که انجام دادن که این دیالوگ چجوری پیش خواهد رفت، که حس بهتری داشته باشن راجع به این که از ابزار فراوان و گوناگونی که در فناوری دیالوگ دموکراتیک وجود داره کدوماش مهمه و متخصصی رو که در اون فنون حریف هست بیارن و جزئی از تیم اجرایی بکنن.